بریم با هم دیگه نگاهی داشته باشیم به کتاب دوم تواریخ باب 14 از 1 تا 6 که ما هفته گذشته که در دعا بودیم امیر عزیزم با هدایت خدا این رو خوند و امروز ملزم شدم این قسمت رو بخونیم. دوم تواریخ باب 14 از 1 تا 6. میخواد چراغ رو روشن کنیم؟ نه، توی بروشورتون نیست، ببخشید. اینا امروز به ذهنم رسید که داشته باشیم، برای همین توی بروشورتون نیست. صحبت از پادشاه آسا میکنه، کسی هستش که تمام ذهن و فکرش اراده خداست، میخواد اراده خدا رو انجام بده و گذشته ها که خراب کردن به دنبال اونها نیست. عزیزان، به مسیح که ایمان میآورید، به یادگاری والدینتون به دنبال تعلیمات اشتباه نرید، فالگیری نرید. این آیه رو مادرم داده از قرآن پیشم باشه، نرید. اگه مسیح ایمان آوردی هرگز این چیزا نمیتونه به تو آسیب برسونه. دنبال این چشم نظرها نرید، خواهش میکنم. کاری هم نمیتونه بکنه. من هرگز ایمان ندارم چنین چیزای قدرت داشته باشم روی زندگی ما، چون کلام خداوند اعلام میکنه روحی که بر به ما داده شده از طرف مسیح قوی تر از روحی که تو این دنیا هست. اما این تعلیم درستی نیست. ما نمیتونیم به مسیح ایمان داشته باشیم، به او توکل کنیم، بعد از این چشم نظرام تو ماشینمون باشه. برای چی این؟ آره خب این مواظب باشه من چش نخورم. تموم شد قصه چش خوردن. دیگه کسی نمیتونه، شیطان نمیتونه به ما چشمک بزنه، چون ما مال مسیح هستیم. دختر و پسری که به عقد هم در میان، دیگه اونجا جرأت میخواد یه پسر و یه دختر شب به اونا نگاه کنه. تمومه. برای همین میگیم کسی که مسیح رو دوست داره قلبتو به مسیح بده. قلبتو که مسیح داری، تو مال مسیح و مسیح مال تو هست. هرگز شیطان به تو نزدیک نخواهد شد، هرگز، مگر این که ما روزنه ای رو باز کنیم. روزنه ها رو باز نکنیم توی زندگیمون که به اون مجال بدیم. بله لطفا. ابیا درگذشت و با پدرانش در شهر داوود به خاک سپرده شد. پدر همین پادشاه آسا هستش. بله. و پسرش آسا به جای او بر تخت سلطنت نشست. در دوران سلطنت آسا، سرزمین یهودا برای مدت 10 سال از امنیت و آرامش کامل برخوردار بود. آمین. آسا با کارها و کردار نیک رضایت خداوند چرا در آرامش بود؟ چرا در امنیت بود؟ این قسمت دوباره این قسمت بعدشو بخونید. آسا با کارها و کردار نیک رضایت خداوند خدای خود را حاصل کرد. این کارهای خوب و این کارهای نیک چی بوده؟ بله. او قربانگاه‌های بیگانه و پرستشگاه‌های روی تپه‌ها را از میان برداشت. اینا ریشه‌های گناهه. اینا ریشه‌های بدیه. این که ما اعلام می‌کنیم زندگی اونو تقدیس کنیم از باورهای دروغین، عزیزان این بی احترامی به هیچ مذهب و هیچ باوری نیست. این تقدیس زندگی ما هستش. ما چه کار داریم؟ خیلی هستن توی دنیا گاو میپرستن، خب بپرستن. به بقیه هم که چیز دیگه میپرستن بپرستن، به ما چه مربوطه؟ اما ما از جامعه آمدیم، از کشوری آمدیم که اونجا الله میپرستیدن و به جای خدا الله میپرستن. الله بوت پدر محمد که اسمش عبدالله بود هست، یعنی بنده الله. ما نمیتونیم بگیم اینجا از نجات و رستگاری صحبت بکنیم، از بوت سخن نگیم، چرا که این تعلیم کمک نمیکنه که مردم ما، ملت ما در آرامش و سلامتی به سر ببرن. پس باید در این رابطه ما صحبت بکنیم و کلام خدای نیز این رو داره میگه. ما نمیتونیم بگیم که جایی بیسیم که یه کمی از این ور یکم از این ور بعد بگیم آره ما اراده خدا رو انجام میدیم. کلام خداوند میگه یا سرد سرد یا گرم گرم. یا تو این دنیا حالتو بکن، حالا اون دنیا هر چی شد شد دیگه. یا تصمیمتو بگی جدی برای خود خدا بیست، تحت اراده خدا زندگی کن. اگر من مسلمان بودم و کسی چنین موعظه‌ای میکرد حتما از دستش ناراحت میشدم، چون قابل درک نبود برای من. پس کاملا اینو من خودم میفهمم، یک شخص مسلمان براش خیلی سخته. اما تحقیق کنیم،
تحقیق کنیم، چرا که به ابدیت ما مربوط میشه. ما خیلی چیزا رو دوست داریم بشناسیم. ماشینی که معلوم نیست 10 سال 5 سال زیر پامون هست رو میریم تحقیق میکنیم. خونه که میخوایم بخریم میریم تحقیق میکنیم، محل رو تحقیق میکنیم. همه چیزا رو تحقیق میکنیم. به طور خاص مردا وقتی میخواستن در گذشته، حالا نمیدونم، میخواستن ازدواج کنن، چقدر افراد میفرستادن این برانور ببینن اون خانواده زن چگونه، از خودش چگونه، چقدر تحقیق خانواده زن افرادی رو میفرستادن در اون لازم بود. اما امروز چقدر بیشتر، چرا درباره خدای خودمون تحقیق نکنیم؟ چرا خدامون رو نمیشناسیم؟ وقتی نمیشناسیم، کلام خداوند هوشیار 6:4 میگه هلاک خواهیم شد. بله. و الهه های عشره را در هم شکست. او به یهودا فرمان تمام اون بت‌ها رو، بله، تا خواستار خداوند خدای نیاکانشان باشند و قوانین و فرمانهای خدا را به جا آورند. او همچنین تمام پرستشگاه‌های بالای تپه‌ها و قربانگاه‌های بخور را در شهرهای یهودا از میان برداشت. کاری که آسا می‌کنه یه ریسک بزرگی بود. ما داریم یه کتابی رو می‌خونیم، ما داریم 4 تا خط رو می‌خونیم، اما تو اون وضعیت نیستیم. همون کاریه که من دارم الان انجام میدم و کلیسای پرستان مسیح داره انجام میده. با یه خطر بزرگی روبرو بود که میتونستن افرادی متأثر باشن و بیان آسیب بزنن به اون. اما چون توکل به خدا کرده بود، میدونست هر اتفاقی بیفته اون برنده است. حتی اگر کشتم میشد اون برنده بود، چون در حضور خدا بود. اندیشمند اعلام میکنه وقتی که با خدا گلیاپوچ میکنی نترس، چون دوتا مشتش پره. نگران نباش. وقتی توکل به خدا میکنی، ایمان به خدای زنده داری، از هیچ چیزی نترس. نمیگم جنگجو باشی، نمیگم حکیم نباشی، باید بدونیم کجا صحبت میکنم. آنچه که من دارم میگم، میدونم که این داره توی ایران الان پخش میشه، اما آن چیزهایی که ما میدیم توی خانواده هستیم، افراد ما، والدین ما، بزرگان ما، هنوز کاملا این موضوعات رو درک نمیکنن. با احترام، با محبت، قدم به قدم این حقیقت رو براشون آشنا کنیم و نیز براشون دعا کنیم. بله. او در زمان صلح شهرهای مستحکمی در یهودا ساخت. او در آن سالها جنگی نداشت، زیرا خداوند به او آرامش داده بود. آمین، آمین. سپاسگزارم. میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم؟